عبدالنواح سروش یکی از افرادیه که بخشی از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامیه. در تمامی جنایت‌ها و به اصطلاح انقلاب فرهنگی که باعث کشتار تعداد زیادی از دانشجویان و کارمندان و اساتید دانشگاه شد دست داشت. در اخراج هزاران هزار نفر عبدالکریم سروش دست داشت. منتها امروزه خیلی به راحتی داره منکر نقش و مسئولیت خودش در اون دوره میشه. وقتی که به ویدیوهای اون زمان عبدالکریم سروش نگاه میکنی، وقتی که باش مصاحبه میشه به این شکل شروع میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم، از ابتدایی که فریاد انقلاب فرهنگی در این مرزبوم برخاست و دانشجویان متحد و دوراندیش ما خواستار آن شدند که دانشگاه ها همگام با انقلاب اسلامی ایران حرکت کنند، از همان ابتدا که در ذهن و ضمیر و زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود، این بود که دانشگاه ها میباید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی را به خودشون بگیرن و این گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و یا جوینده ای وارد آن میشه، از همان ابتدا مشامش به این بوی عطر دلاغین بشه. بنابراین از ابتدا که امام امت فرمانی صادر کردن برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و آنچه را که همیشان به ما توصیه کردن و هم کردن، همین بود که در هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پیفکندن یک چنین بنیاد الهی بکوشیم. در حقیقت به یک معنا تمام اقداماتی که ستاد انقلابی فرهنگی کرده و میکنه همه اش را در چارچوب قرارداد و محکوم همین اصل و اصل عمومی دانست، چه اونجایی که ما دانشجو میگذینیم یا استاد انتخاب میکنیم، اونجا که کتاب ترجمه میکنیم، کتاب تعلیف میکنیم، یا رشتهی تعطیل میکنیم، یا باز میکنیم، یا تغییراتی در برنامه های درسی میدهیم. اینها گفته های عبدالکریم سروش به عنوان مسئول ستاد انقلاب فرهنگی در سال 59 بود و پس از آن بود که دانشگاه ها به خون کشیده شد، شط اهواز خونین شد، دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های سراسر ایران هم تصفیه شدن و هم کشتار خیلی وحشتناکی در گرفت. منتها سروش با کمال بیشرمی امروزه داره منکر جنایات خودش میشه. سروش بخشی از هیئت حاکمه ایرانه که باید در ابتدا عذرخواهی بکنه و منتظر محاکمه‌ای در آینده باشه. یه متنی رو که کوتاه در مورد سروش میگم: سروش must stand trial as an accomplice in the murderous Islamization of the university 1983 in Iran. Tens of thousands were killed, wounded, imprisoned and or expelled from college and university during the murderous process of the Islamization of universities 1983 in Iran. Suruj had a leading hand in all of the crimes. Done with Islamic Republic of Iran. Done with Suruj. Done with Islamic Republic of Iran. Merci.